خدایا این چه امتحانی رو پیش پام گذاشتی؟ پول میتونه همه زندگیمون رو عوض کنه. رضایت تو رو داشته باشم یا لبخند دخترم؟ چجوری قاطی میوه شد آخه؟ رضا مقدر سرد شد. چیه؟ از مزش خوشت نمیاد؟ نه خانم، دستت درد نکنه، خیلی هم خوبه. من یه مقدار بیمیل و بی اشتها، فکرم مشغوله. مگه با این پولی که پیدا کردی مشکلمون حل نمیشه؟ رضا شما غذا تو بخور. اون پول مال ما نیست پسر، برای خودش صاحب داره. معلوم هم نیست الان چه وضع حالی داره صاحبش. شاید هم این پول تمام سرمایه زندگیش باشه، شاید هم از ما گرفتارتر باشه. ایشالله هرچی زودتر اون پولم میرسه دست صاحب اصلیش. تو هم که داری سعی تلاشتو میکنی. جالبیش میدونی چیه؟ تمام جایی که سر زدم میوه فروشیه، هیچ کی نیومده بگه پول جا گذاشته یا پول گم کرده. چی بگم والا؟ نمیدونم تو این شرایط این دیگه چی بود خدا گذاشت سر راهمون. همه جا رو گشتن. رئیس نیستش، انگاری آب شده و رفته تو زمین. انگاری دهنتو ببند. به جان خودم میسیریست، من 10 دفعه اینجا رو گشتم دیگه. و همه شخصی حالوه دیگه، همه شخصی. تو این مسخره بازی چیه استفاد کردی؟ برو اینه بابا. رئیس بایس من هم بیارم. خیلی باید پولش هم اینقدر درشت 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 هم که بزاره بوده رو میریم. بچه ها حرف نده، اینقدر بزاره فکر کنه. فکر؟ بچه ها همه جا گذاشتن، همه جا گذاشتن، محله رو پر کردن از اینا. خب میکندیشون؟ یکی دوتا نیست که، خیلیه. تازه کلی آدم وایستادن دارن میخوننشون. همه چی خراب شد بچه. چیه؟ چرا اینجوری من نگاه میکنی؟ با من حرفی نزدم. تازه کلی هم بابام وسوسه کردن پول قرض برداره، بعدش خورد خود بذاره سر جاش. بابا قبول نکردن دیگه. افتادیم توی درد سر دیگه بچه ها. فقط هر کاری میکنیم بچه ها، این آقای هاشمی نفهمه. این کاغذ را کجا بردیم؟ من ببین من پیداش کردم. واو این پیدا کردم.
رو در دیوار دوتا خیابون اون وقتا چسبونده بودم به دیوار. وقت شما دوتا اونجا چیکار میکردین؟ خب رئیس خودت گفتی که بریم اون دور اطرافا رو بگردیم، شاید خبری از پولا بشه. خب رفتیم اونجا دیگه. میخواستی بریم سمت خرابه که چشمون خورد به این رئیس. چشمای رئیس؟ بس بابا. نه واقعا چشمای، اینی که اتحادیان گفت. چشمای دیگه. غیر شما دوتا کی این کاغذ دیده؟ خیلی رئیس. من فکر کنم جوار اعلامیه 20 نفر 30 نفر و اصلا جلو نکش 100 نفر و اصلا هسته دیگه بابا. چند نفر بودن؟ خودت بگو. چرا به خیلی خب تمومش کن. 20 نفر. خیلی. لطفش نمیخوام حرومو حلال بشه. گفتم شاید این پول ربطی به پول من داشته باشه. نمیدونم چقدر پول تو کاب صندوق مغازه بوده. دو شب آخر حساب کتاب دخل رو نداشتم. خانومم مریض بود، به هم ریخته بودم. تا حالا ببینم خدا چی میخواد. کلانتری چی شد؟ خبری نشد ازشون؟ تشکیل پرونده دادن، فرستادنم به آگاهی. گفتم پیگیری میکنیم، اگر اتفاقی افتاد خبرت میکنیم. و هر حال از دست ما اگه کمکی چیزی برمیاد بدون تعارف در خدمت. سایتون کم نشه. به سلامت. خوش اومد. خدا حافظ شما. بفرمید. سلام علیکم. علیکم سلام. ببخشید من مبلغ دقیق پولا یادم نیست، ولی چون با عجله از گاب صندوق برداشتم ریختم توی یه کیسه سیاه بود. یعنی شما همینجوری بی حساب کتاب از گاب صندوق پول برداشتین؟ مادرم رو تخت بیمارستان آقا، به هم زنگ زدن گفتن سری پول برسون. منم همینجور پولا رو برداشتم ریختم توی یه کیسه و هم سری اومدم بیرون. اینقدر گیج بودم نفهمیدم پولا رو کجا انداختم. آقا ببخشید شما ماشین داری؟ بله. خب مگه نمیگی سوار ماشینتون شدین؟ اینجور مواقع که آدم عجله داره یا آژانس میگیره یا ماشین خودش میره دیگه. چه ربطی داره آقا؟ همین دیگه، شما مگه نمیگی با پول خونتون اومدی سوار ماشین شدین؟ من گفتم از خونه اومدم. خب حالا هر جا سوار ماشین که شدین، حتما چون حال مادرتونم بد بوده تخت گاز رفتین تا بیمارستان. چه ربطی داره حالا؟ آره آقا تخت گاز رفتم. خب پس شما پولاتون رو جایی که پیاده شدین یا سوار شدین جا گذاشتین. جای پیاده شدنتون میشه بیمارستان که ما پول اونجا پیدا نکردیم. جای سوار شدنتونم، جای سوار شدنتون کجاست؟ آفرین 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 بسه. ای آقا بی سوالی تر کردیم واسه من. تو یه وجب بچه میخوای من اذیت کنی؟ آقای عزیز چرا عصبانی میشی؟ شما نشونیاتون همش اشتباه، کلن اشتباه. بفرم باشم. آقای عزیز من نشونیام کاملا درسته، این پول مال یه مریضه. بفرمید آقا بفرمید، وقت ما رو نگید. بفرمید اینجوری پول مردم رو نمیشه خورد. بفرمید بفرمایین آقا. آقا آقایون و خانوما ما میریم یه چند دقیقه دیگه برمیگردیم. با پای خودش اومد تو بغلم. کی رئیس؟ پوله. ایوان باشو 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 دیگه یه چیزی بگم. باشو باشه صبح میخوای میدونم. باشه ببرم. صبح نداری. بایستم تا شما بیاید. چی بشه؟ قدیما ننه من به من میگو برو توی صف بایز ها یه بیرون بگید. نه 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 ن
اینکو برخور. یه پشت سر من وانیسی عین آدم. همچین کیف از دست من کشیده که دو روز کتفم درد میکنه. خب دکتر میرفتی شاید در رفته باشه. اصلا دل و دماغش ندارم، تمام پسنداز شوهرم بود. نمیدونم الان بود برم خونه چه باشه. چی توی صف وایسین دازم، توی صف وایسین. برو کنار برم به زور پول مویه بگیرم برم. بکر میگم میذارم این اونجا همین آدم ها بوسه تو غلفتی میکنه. خب اگه یکی بره اونجلو پولو بگیره بره چی؟ ما چیکار کنیم اون وقت؟ هیچی، هرچی نقشی کشته میکنم اون گاف صندوقو بزنیم و پولا رو برداریم همهش. بر بگیره بره. همه چی رو میخوری؟ بریم اون یارو رو یخی میکنیم پولا رو همون میگیریم. مالک شد مالک، بری چیجوری اینقدر خوب همه چی میفهمه؟ متوجه نشدی رئیس چیجوری اینقدر همه چی رو خوب میفهمه؟ واقعا؟ واقعا تو متوجه شدی؟ ها؟ متوجه شدی؟ ببین یه سری چیزا هست که اینجا جشن نیست بگم. کجا؟ بخشی اینا بدبخ شدی. چی شده؟ چرا مثل امید حرف میزنی؟ ببین یعنی چجوری بگم؟ چیه؟ از اول همه چی به من بگو؟ ببین یه سری آدم بیرون وایسادن میخوان بیزو پولا رو از هم بگیرن. خب بعد حرف از کشتن رو اینا میزنه، خیلی خطرناکه. بیا بریم با امید اینا حرف بزنیم. آقای عزیز، آقای محترم، کل نشونیایی که شما دادید به پولی که ما پیدا کردیم نمیخوره. بفرمایید. آقا یعنی میخواد بگی من دارم دروغ میگم؟ این چه حرفی آخه؟ آقا میفرمایند که نشونیاتون نمیخونه. آخه داره هول میده، داد میزنه. شما بزرگ کن. خیلی خوب، خیلی خوب. شما منزلات اجتماعی که رعایت کن. آروم بگیرید. نوبت کیه؟ بفرمایید. نوبت ما. سلام عرض کردم. علیکم سلام. احوال شما؟ ممنون. بفرمایید تخمه. خیلی ممنون. عذر میخوام اگه ممکنه بریم داخل صحبت کنیم. داخل برای چی؟ مردم اینجا معطلن، هوا گرمه. بفرمایید. بله، برای ما که فرقی نمیکنه. اولا که تبریکات صمیمانه ما رو بپذیرید. بابت چی؟ عرض میکنم. ببینین واقعا این از ته دلم میگم، تو این زمونه عشق نمونه. منظور از دوستم اینه که عشق نیست، محبت نیست، دوستی کمه. یعنی انسانهایی مثل شما خیلی کمن که این گونه، یعنی با این بهترین کار و درستترین راه رو انتخاب میکنین، من واقعا جایی بسی خوشحالی داره. خواهش میکنم، من کاری نگردم که. شما فقط لطف کنید، مردم اینجا معطلن، هرچی سریعتر نشونیاتونو بدید ببینیم پول مال شما هست یا نه. چشم چشم، عرض میکنم خدمتون. پولی که ما گم کردیم که البته الان خدمت شماست و 100% قابل شما رو نداره، یه مبلغی هول و هوش 10 تا 20 میلیون تومان بود. 10 تا 20 میلیون؟ ولی خیلی فاصله است بین این دوتا. فاصله ها. بله، فاصله هول و هوش همین 10 میلیون تومان فاصله است. بله. ولی یعنی شما دقیقاً نمیدونید پولتون چقدره؟ چرا؟ میشه ما ندونیم آقا. ما میدونیم، ولی ببینید الان من ماجرا رو خیلی سریع براتون توضیح میدم. بفرمایید. ما یک مبلغ 20 میلیون تومان پول اولیه مبلغی رو داشتیم. این بچه‌ها که میگم عزیزای دل من، سرورای من، یک پولی رو لازم داشتن الهی که برای جهت امور خیریه. البته با اجازه شما برداشتیم. شما تاج سر منی. شما اصلا بیا قدم بذار رو چشم من. شما هر زندگی من متعلق به شماست. شما اصلا شما ساکت شو. عرضم این بود که پول رو همینجور کم کم برداشتن برای بچه های بی سرپرست، برای زن های بی سرپرست، برای مرد های بی سرپرست، همینجور برای امور خیریه خرج کردن. ما دیگه نفهمیدیم این پول 10 تومنه، 15 تومنه، 20 تومنه، نفهمیدیم. ولی مهمترین مسئله اینه که ما پول رو تو همین خرابه پایین گم کردیم که شما همونجا پیدا کردین. اونجا پیدا کردین مگه نه؟ نه. نه؟ نه. نه. عزیز من، ما پول رو نه اونجا پیدا کردیم،
نه نشونیاتون درسته. چرا آقا؟ شما دارین اشتباه میکنین. این پول مال ماست. اشتباه شما میکنید. شرمندم. نشونیاتون کلن اشتباه. آقا داری اشتباه میکنیم. میگم این پول مال ماست. مال شما نیست دیگه. میگم آقا مال ماست. آقای باکلاس. گفتم نشونیات. فهمید باکلاسی رئی. بزرم بیشم باکلاسی. آقا باکلاسی فهمید بیکنیم. فهمید باکلاسی. شما پول ازم بگیرم. هنوز منو نشناخته. حالا وقتی پوستشو کندم انداختمش تو آبجوش میفهمه. میدم تک تک ناخوناش بگازم برو بکشم. حالا نگاه کن. میدونی چرا این هیچی نشده؟ چه؟ این پدر خدا بیامرزش جوشیه. جوشی. جوشی 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 جوشی. میگم این کار آباد هر چه زودتر جوشش بدیم بره. جوشش بدیم بره. جوشی نیست. این خدا بیامرزش. درست نمیگم. نه اگه جلو در دهنتو نگرفته بودم بند آب داده بودی. رئیس میخوای برم اونجا کلبسته بکنمش تو گونی بیارم بلزنش جلوی پای شما. چی گفتی؟ ها؟ چی گفتی؟ چیو؟ همینی که گفتی یه بار بسه بچه آدم بگو. یه چی گفتم میخوایم برم اونجا کلبسته بکنمش تو گونی بیارم بلزنش جلوی پای شما. نه علی خودم میدونم چیکار کنم. چیکار میکنی رئیس؟ از کد عملیاتی 1629 استفاده میکنم. ۱۶۲۹ چیه؟ آه چیه؟ شونزه بیسینا چیه؟ ها؟ شونزه بیسینا چی بود؟ سلام. سلام. کجای تو؟ خب نشیدم. حالا مگه چی شده؟ بابا فکر کردم دوباره این دوزه اومدن اینجا. یعنی میگی باز ممکنه بیان اینجا؟ دقیقا. اونایی که من دیدم هر لحظه با یه ترفندی میان سراغ پولا. خب آقای اون پولا که مال اونا نیست. اما اونا که برشون مهم نیست. مهم اینه که میخوان صاحب پولا بشن. همینه میگم دست بردار نیستن. اونا برای به دست آوردن پولا هر کاری میکنن. واخه اینجوری که نمیشه. باید یه کارایی کرد. فعلا باید پولا رو برد یه جای امن. مثلا کجا؟ مثلا خونه شما تو انباریتون. اونجا خیلی امنه. آقا چرا همشه من مایه میذاره؟ مگه خودتون خونه ندارین؟ چرا خونه ما؟ مشکلی نیست. فکر همه جاشو کردم. چجوری؟ اونم بهتون میگم. الان مثلا مشکل بابای رضا رو ما چیکار کنیم؟ متاسفانه اول مجبوریم این مشکل رو حل کنیم بعد بریم سراغ مشکل بابای رضا. از چاله در اومدیم افتادیم تو چاه. چیه؟ اینه بابام هر وقت تو درد سر میافتادیم بهم میگفت. دست شما درد نکنه خانم. سر شما درد نکنه.
به به. چند شب بابا شام نمیخوری آقا جواد؟ ولی خانم هزینه زندگی، کرایه خونه، بیمه بچه ها، بیمه ماشین، بیمه شخص سالس، بیمه بدنه، مالیات. خیلی خوب، شام تو بخور. راستی امروز با فرید خانم حرف زدم، تونستی کاری براشون بکنی؟ ولی جلوی ما رو بستن. من دارم سعی میکنم با این صابخونه صحبتی بکنم، اگه بشه براشون یه مهلتی بگیرم. من که چشم از این همچی آدمی آب نمیخوره. آخه کسی که پارو خاطرات خودش میذاره چجوری میتونه شرایط بحرانی یه آدم دیگر رو درک کنه؟ توکل به خدا. چی بگم؟ هرچی خدا خودش صلاح بدونه. آرامشی که زندگی توی شهرستان داره 1% توی تهران نداره. در ضمن خودت که میدونی من از همون روز اولم مخالف بودم. پس تو هم موافقی؟ من تنها نگرانیم رضاست و دوستاش دور میشه. بله من از خدامه هرچی زودتر از این دود و دم بزنیم بریم بیرون. اون بچه از خانم زودی عادت میکنه، نگران اون قضیه نباش. آره خب. دستت درد نکنه دختر. رضا قراره به چی عادت کنه؟ من و مادرت تصمیم گرفتیم برای زندگی برگردیم خونه پدر بزرگه. شمال؟ آره. به خاطر من دارین از تهران میرین؟ مامان همین الان زنگ بزن با آقای مسعودی بگو یه ذره مراسمو به تأخیر بندازن، عجله نداریم که. چه ربطی به ازدواج تو داره دختر؟ داره بابا داره. اگه همین خرج و مخارج عروسی و جهیز و اینجور چیزا نبود که همین پول پس اندازتون رو میدادیم پول پیش یه خونه تازه، این هم درد سر نمیکشیدیم. من و مادرت مدت تاست با هم صحبت کردیم بر رتبان قضیه، اون تو هر بار یه مشکلی پیش اومد و نشد. راستشو بخوای خود من خسته شدم از این شهر، از این ترافیک و دود و ماشین و ساختمون و برج و مخارجی که رو دوش آدم میذاره. اون روزام که واسه زندگی اومدیم اینجا به خاطر شرط کاریم بوده، مجبور بودیم. خیلی خوب، خب منم با تو میام. مامان میدونه من نمیتونم بدون مامان بمونم. دخترم تو خودت داری تشکیل زندگی میدی، فکر کنم اونقدر بزرگ شدی که نخوای روی لجبازی زندگی تو خراب کنی. مامان داری این حرف رو میزنی که دل منو خوش کنی؟ مامان جان ما خیلی وقت تصمیم گرفتیم بریم، میخوایم بریم اونجایی که تو جوانیمون کلی ازش خاطرات خوب داریم. در ضمن من و بابات فکر نمیکنیم تو بتونی آقا بهروز رو ول کنی بابا راه بیفتی بیای شهرستان. ها؟ بزن زنگو. سلام ارسول قربان. سلام علیکم. چه سلامی آقای محترم، این وقت شب اومدین در خونی من که چی؟ ها؟ دیگه داریم واسه من و خانواده مزاحمت ایجاد. عذرخواهی، ما سه نفر رو به خانواده ابلاغ بفرمایین. خیلی ببخشین شرمنده، ما اومدیم خدمتتون که اون امانتی که شما پیدا کردین رو و الان خدمتتون هست رو بگیریم. ببخشید کدوم امانتی؟ شوخی میفرمایین. آدم شوخیه. بله. همون امانتی که شما پیداش کردین الانم پیشتونه. پول. آقای محترم من صحبم عرض کردم خدمتون، نشونیاتون اشتباه بود. ببین آقا، ما برای این پولا زحمت کشیدیم، عرق ریختیم، دویدیم، ریاضت کشیدیم، هی کشیدیم، هی کشیدیم، نداریم. این دوستان به من محبت دارن میگن رئیس. عرضم اینه که ما اگر اون مبلغ رو دریافت کنیم مژدگانی هم تقدیم میکنیم. آقای محترم اسی متوجه نیستی ها، من که خدمتون عرض کردم این پولا صاحب داره، منم دنبال صاحب واقعیشم. تازه اگه اهل خوردن اینجور پولا بودم دیگه اینقدر سر و صدا نمی کردم که.
فکر نمی کنم حرف دیگه مونده باشه. بفرمایید. چه یه دیگه دیگه ببخشید بیسینا. من فکر می‌کنم شما مشکلتون مبلغ مجدگان اندازه مجدگان درسته. ما میتونیم مجدگانی رو یکم توپل‌ترش هم کنیم. آره توپل. مثل اینکه متوجه نیستینا. من اهل مجدگانی نیستم. تازه این چیزی هم که شما میگید فکر نکنم اسمش مجدگانی باشه. اسمش چیه؟ خودتون بهتر میدونید. من اسمش به شما میگم اسمش چیه؟ رئیس رشوه دیگه. بفرما. شما به هر حال میخواین این پولو به ما بدین یا نه؟ شهربنده. یعنی با زبون خوش و اینا این پولو به ما نمیدین؟ زبون خوش؟ نصف شبی این وقت شب اومدی داری منو تهدید میکنی؟ بفرما آقا. آقا پولو بده. یعنی چی؟ پولو کنار ببینن. پول نده. بریم بیرون نهید. چش پولتون رو میدم، فقط شما به اینا کار نداشته باشی. آخه ما چیکار به خانواده ای تو داریم؟ پولو بده ما بریم. بذار من روشنش کنم. ببین اگه پولو دادی که دادی، اگه ندادی منم و تو و یه زامن دار دست دفید خالو زنجون. چو 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 نداری میخوام بترسم. تو شما ویجا میکنی من مردم اینجا. پول کو؟ گفتم که پولو میدم، فقط شما قول بدید با زن و بچه‌م کار نداشته باشی. میگم کاری نداره. آخه پولو بده ما چیکار به کسی داریم؟ پولو بریم. پولو گذاشتم تو اون کمد اونجاست. کمد دیگه. سوپ خوریه. سوپ خور تو سر پوله کو. نه رئیس پولا نیست. آره دیگه. آخه تو رو خود قلبش ناراحت و اذیتش نکنی. قلبش آنجیو کردی؟ نه هفته دیگه دوشنبه اکو دارم. خب پشت گوش بندازی ها. مایه جات با سوپ. حواسم هست. آقا چی میگه رئیس آخه؟ حرف مافی داره به تو چه؟ پوله کجاست؟ همون کمود. پوله کجاست؟ همون جا گذاشتم. میخوایی گوشت بگیم؟ سب کنید پوله دست من برشون داشتم. رئیس خوب شد نزدی ها. سیبیل میبیلش سوخته بود رفته بود. کلت پولم کجاست؟ اینجا نیست، بردمشون بیرون. بیرون یعنی تو حیات؟ نه حیات نه، بردمشون خونه دوستم. خونه دوستت؟ کدوم دوستت؟ پولا رو چرا از اینجا بردی بیرون؟ با بعدم تو توضیح میدم. بابا یارو چرا اینجوری با بچه حرف میزنی؟ آقا پولا امانته، تازه بچه خودم به تو چه حرف داره؟ آقا سری نمیگی پایین. بیا رفتارش بیا سر از داره. اومد نگی. بابا آقا با بچه ما ملایمت با ادب این بچه فردا میخواد وارد اجتماع بشه. حالت خوبه اما؟ بارکلا اسمت چیه؟ رضا. به به آقا رضا حالت خوبه رضا؟ بله. ترسیدی؟ شوخی کردم. رضا پولا کجاست؟ خونه دوستمه. راست میگی؟ آره. یه وقت دروغ نگی ها، اگه دروغ بگی خدای نکرده یه پله ملهی زنی بابات میاره ما. نه قول میدم کلکی تو کار نباشه. مطمئنی؟ آره. باره که بابا این چه بچه خوبیه، من که از تو خیلی بهتر دارش ده بسه. بسه باره کلمو اما نگاه کن این همکار منه، اسمش حالوه. با حالو برو بیا دست بده با رضا. رضا دست بده با آقا رضا حالوه.
این بیسیم رضا، بیسیمو بگید، بیسیمو برمیدارین میبرین اونجا با هم حرف میزنیم. بیسیم دوست داری؟ بذاریم رو فرکانس هفت. فرکانس هفت بسنده هم براش بخر میخرم، میخرم. شماره رمز عملیات هم شماره رمز عملیات هم 242 برو 242 عالیه. آقا 242 داری 242 گفتیم. آقا 9 و 2 جفتش یه آقا بارو دیگه باشه. بارو دیگه 42 بابا بارو 42 گفتش یه رزا. خدا برو دنباله رزا. آقا گیریم رو رئیس خیلی حساسه. اینها بردی گل قلب تو قلب پرنده پوست ما پوست شیر و نوت ها رو هم کنیم. ساکت شو ببین آخ پسر، تو جای پولا رو به ما نشون بده، منم یه بستنی دو قلوع خوشگل برات بخرم. بره آخ نه آخ نه تسلیمم. نزنید نزنید نزن نزن تسلیمم. آخ وله آخ وله یه تنه بهش بزنم آب تو آب روغن قاطی کنه. نه 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 زنگ زدیم پلیس بیاد، باید منتظر شید. آخه پلیس چیه؟ من سلام عرض کردم، شما من فکر کنم اشتباه گرفتید. شما منو ببینید اشتباه نگرفتید. سلام به روح ماهی نشستن، هیچ اشتباهی نکردید. رضا اشتباه گرفتید. برای چقدر عجله کردی بدون هماهنگ آوردیشون بیرون؟ هنوز دوتاشون داخلن. آقا معلم جون خانواده‌ام تو خطر بود. الان پلیس میرسه. آقا معلم برمون دوتاشون بیارم بیرون. نه صبر کن، هم اسلحه دارن هم گروگان. اسلحه چی بابا؟ می اسلحه پلاستیکیه. تو مطمئنی پلاستیکیه؟ اگه دروغ بگی چی؟ من دروغ نمیگم، مطمئن. من خودم خریدم 2500 تومن خیام مولوی. اوه عملیاتی 2247 207 من کبرا یازده هستم. 207 آقا 2249 بود حرف ازم. 207 میشنمید؟ من کبرا یازده هستم. الان داره چیکار میکنی؟ جواب بده جواب بده. این که رئیس رئیس داخله؟ بله بله بله. 207 توی من 207 چی حرف و چیه دارید میزنید؟ من در مقابل شما هیچم، 207 هیچم. خیلی خوب خوب گوش کن ببین چی بهت میگم. هر چی که بهت میگم واف به واف تکرار میکنی. میگم اون علی چی گفت؟ واف به واف. خیلی خوب بگو به گوشی. واف به واف، واف به واف. مواظبش انگشتت باش. بگو به گوشی. بگو به گوشم. رئیس 207 صحبت میکنه، من به گوشم. میگم الان چیکار میکنی؟ بگو دارم پولا رو میشمارم. رئیس دارم پولا رو میشمارم. آخه کی به شما گفت پول بشوری؟ من گفتم پول گرفتی بردار بیار. بگو کیسه پولا پاره شد ریخ رو زمین، دارم میشمارم که هم نشده باشه. رئیس سر کوچه داشتم میرفتم، کیسه پولا پاره شد، همش ریخ رو زمین. نشستم دارم پولا رو میشمارم که کم نیاد دیگه. یک کیسه پولا نمیتونی دو تا کوچه برداری بیاری؟ کنن کدوم قبرستونی تا لامو ندادی پاشه بیا دیگه. بی برو جلو، برو جلو بشینم. بشین چش اونو بگی جلو دهنش. آقا رضا آقا دستو بکشی رضا پولش رو بده. به رئیس بگو که با اون رفیقت بیاد بیرون. رئیس رئیس 207 هستم، کجایی؟ به گوشم. 207 چرا رئیس بیا بیرون، پولا اینجاست. خلقا تکو نخور تکو نخور، تو ما بیایم کارو بریدون. بیرون 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 سر صدا نکن. سروان احمدی هستم. ای آقا احمدی سلام عرض کردم. اینجا خود فامیلمونه. تشریف آوردید. من بدید. من گناهی ندارم. من خدمت چش. مگه قرار نشد تو قبل از حضور ما حرکتی نکنید؟ ببخشید شرایط اینجوری شد، مجبور شدم. آقا من بی گناهم. شما اون دو نفر رو برید برید ببینید. دو نفر داخلن، میذارن اصلا نمیدونم پلاستیک واقعیه. حالتون اشتباه. معذرت میخوام. بیهوش کنی اینجوری؟ رئیس من تو فیلم ها دیدم. بزن تو شقیقش. نه نه شقیقه باز چی؟ بزن اینجا اینجا. بابا چرا آب دیگه رو فیلم کنی؟ نکن میزنم شله پلت میکنم. اینجا رو میزنم بله خواهم بگم. آقا بیهوش رو بایدن خودم فهمیدم. خودم فهمیدم داشت در کار اصلا دیگه روش درست میشه. آقا بریم 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 بریم
چیش شکا دست ها بزن ببره 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 چی آخو چیش رو باز کن باز چیز ندارم چیز ندارم بابا یه اصله و یه بیسینه که همه دارم ای بابا آقا من به هفته باشه بشین آقا من کاری نکردم ایده من توضیح میدم آقا من توضیح میدم من بدیم حضور مکتب حرف نمیزنم حرف نباشه آقا حرف میزنم باش یعنی میگه اینجا رو خراب نمیکنه؟ چند شب پیش به بابام زنگ زده بود گفته بود اگه میخوایم بیمون اون نری مشکلی نیست فکر کنم پشیمون شدم میخوام دوباره بازسازی کنم پس یعنی شما اینجا میمونی؟ نه بابا ما که میخوایم بریم ما بابام تصمیم گرفتم بریم شمال پیش بابا بزرگم اینجا خونه بابا بزرگم وسط یه شالی باحال با صفا حالا شما میاد ببینید پس یعنی اینکه ما دیگه تو رو نمیبینیم نه بابا بابام قول داده که هر سری داره میاد تهران منم به خودی چرت شما رو میبینم سلام جواب سلام واجبه که جواب سلام انتو میدم سلام چی بگم بهت تو فکر نکردی دروغ گفتن و اون نقشه قلابی که از یه سایت نامعتبر پیدا کردی ممکن بود چه آخر عاقبت بدی واسه هممون داشته باشه تو با این کارت هممون رو گول زدی ابی ابی تو جایی که متوجه اشتباهاتت بشی اینقدر دروغ ادامه دادی که هم خودت هم بچه ها هم خانواده منو به خطر انداختی تو اصلا میدونی اگه آقا معلم متوجه نمیشد و پلیس ها به موقع نمیومدن چی میشد بچه حق با شماست من حرفی برای گفتن ندارم ولی من گلان سایتر خوردم اصلا از اول نباید دروغ میگفتم که برای درست کردنش بیام این همه دروغ بگم و این همه آدم تو درد سر بیافتم ولی اگه خدا نمیخواست که این اتفاقات حل نمیشد حل میشد نمیشد دیگه من از اول یه با دروغ هم به شما اعتراف میکردم یه با دایی بزرگتر مثل پدر بزرگم یا هرکی کمک میخواستم که من اشتباه کردم من ببخشید رضا مامان بیا میخوام خودتو یه عقل بخونم بودو چی بگه؟ خواهی کن تو بخستی اینجا سوپم میدن سوپم میدن سوپم میدن سوپ این همه عملیات آخرش هم هیچ به قول رئیس باز هم بند نیموش دل دوزه تازه کارش حقمونه آقا حقمونه نمیشه که آقا ما باید اول یه عملیات موفق تو پرونده کاریمون داشته باشیم بعد زندان و سابقه کیفری واسه همون بشه افتخار یعنی شما میگه ما هیچ وقت نباید آدم شیم آخ ننه چقدر هم برای تنگ شده نه به جان خودم دارم تنگ شده بکنم رئیس فیلم بازی نمی کنم به جان شما گفتی ننه ما که همونش هم نداری ما که اصلا ما که اصلا ایش
رئیس داریم، رئیس. فقط رئیس. ببین فقط رئیس. شکر خدا که به خیر گذشت. بله. بازم درد داری؟ نه، یه خورده فقط کوفتگی اینجا اذیت میکنه. خدا شکر به خیر گذشت. خب الحمدلله. Thank you.